گوجه فرنگی چگونه گیاهی است و خاستگاه اصلی آن کجا بوده است؟ پرورش گوجه فرنگی در ایران از چه زمانی میسر شده است؟ سطح زیر کشت و تولید گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی در چه جایگاهی است؟ برای اینکه گوجه فرنگی تولیدی در استان خراسان رضوی از کیفیت و کمیت مطلوبی برخوردار باشد، آیا خاک، آب و هوای این استان مناسب است؟ ارقام کشت شده و تنوع ژنتیکی گوجه فرنگی چگونه است؟ و عمده تولید گوجه فرنگی استان چگونه مصرف می شود؟ اینها سوالاتی است که در این برنامه به دنبال پاسخ آنهاییم. بیا برای زندگی طبیعت رو صدا کنیم، تو آسمون همدلی دلامون رو رها کنیم. نوشته شده در دوره قاجاریه افراد خاندان مهاجری برای نخستین بار گوجه فرنگی را در مزرعه‌ای که محوطه فرودگاه مهرآباد کنونی است پرورش دادند. شواهد ژنتیکی نشان می‌دهد که اجداد گوجه فرنگی گیاهانی خودرو و علفی بودند که میوه‌های کوچک و سبز رنگی داشتند و در نقاط کوهستانی کشور پرو در آمریکای جنوبی می‌رویدند. گوجه فرنگی بومی قاره آمریکای جنوبیه. در همین یکی دو قرن اخیر هم از اونجا به سایر نقاط جهان منتقل شده. سرشار از ویتامین آ و سی. به طور خلاصه برای سرماخوردگی خیلی مفیده. اما خب در تحقیقاتی که به عمل اومده، رنگ قرمزی که داره به خاطر آنتی اکسیدانی هستش که درش موجوده و بسیار خاصیت ضد سرطانی داره. استفاده کنید. با وجود اینکه گوجه فرنگی در علم گیاه شناسی یک میوه تلقی می شود، اغلب به عنوان تربار شناخته شده و به عنوان یکی از مواد لازم برای پخت غذا مصرف می شود. آی مندس، عجب گوجه های سالم و یک دستیه. حقا به لحاظ انتخاب رقم بود کاملا حقا و بس سیستم آبیاری تحت فشار. شهرستان چناران با وسعتی بالغ بر 3500 کیلومتر مربع، دارای 500 منبع آبی عمیق، 8 دهن رودخانه و 169 رشته قنات است که کار آبیاری و مشروب ساختن مزارعی رو بالغ بر 50000 هکتار سطح زیرکش رو در شهرستان انجام میشه. ما در شهرستان چیزی بالغ بر 20000 هکتار صد زیرکشت محصولات زمستانه غلاتمون و کلزا هست، 18000 هکتار باغات شهرستان هست و چیزی در حدود 10000 هکتار محصولات سبزبرگ یا تابستانه و بهاره ما هست که یکی از محصولات بهاره ما گوجه فرنگی است. در مجموع تنوع رقم در محصولات زراعی بالغ بر 25 محصول زراعی داریم و 18 محصول باقی در شهرستان که یکی از این تنوع رقم ما گوجه فرنگی هست که سطحی بالغ بر 2300 هکتار رو به خودش اختصاص داده و الحمدلله امسال به لحاظ وضعیت آب و هوایی مناسب و تعادل دمایی وضعیت سبز خوب و رشد خوبی رو داشتیم. تقریبا 15 ساله تو مسئله بذر سبزیجات به خصوص گوجه فرنگی دارم کار میکنم. با توجه به مباحثی که سالهای جدید در مورد کارایی مصرف آب و
و مشکل آب در کشور پیش اومده، ما دنبال واریتهای گوجه فرنگی هستیم که بتونیم استفاده بهینه از اونا کنیم، حالا چه از مسائل تونا، چه از مسائل مقاومت به امراض بیماری ها و چه از مسائل استفاده کارایی مصرف آب. مقوله‌ای که پیش میاد در اینجا در گوجه، ما دو تا مبحث داریم، یکی مبحث استفاده سنتی، یکی مبحث استفاده تازه خوری. ما هر دو واریته رو با توجه این که دوستانی هستن که موازی با ما کار میکنن، ما سالهای سال با اینا همکاری میکنیم، در سراسر کشور و این مقوله بیشتر میپردازیم، حالا چه از تازه‌خوری در مناطق جنوب، چه از مسئله صنعتی در خراسان که یک قطب تولید رب و صنایع غذایی بخصوص در مورد گوجه هست، بحث صنعتی اونم بسیار بیشتر از هر جای کشور مطرح میباشه. در مزرعه‌ای که پشت سر من مشاهده می‌فرمایید، 21 رقم بذر هیبرید از شرکت‌های مختلف معتبر خارجی اینجا دوستان واسه ما فراهم کردن، دادن که من براشون آزمایش کنم تا نتایج کلی رو بعد از چند سال که آزمایش میشه به عنوان یه بروشور تبلیغاتی یا بروشور ترویجی به کشاورزان ارائه بدیم. مبحث اصلی اینه که ما بذری بیاریم اینجا که هم شکل ظاهرش خوب باشه، هم نظر کیفیت بسیار عالی باشه و هم بتونه خیلی از مسائل مشکلاتی که کشاورزا دارن، استفاده از نهادهای کشاورزی، استفاده از آب، اینو حلش کنه. هدف از این مزرعه‌ای که امروز در خدمت دوستان هستیم، مقایسه و بررسی ارقام گوجه فرنگی که اینجا کاشته شده با ارقامی که به صورت سالیان سال ما به صورت سنتی توی استانمون کاشته میشه. همونجوری که میدونین ما در وضعیت مناسبی از لحاظ منابع آبی قرار نداریم، پس بنابراین بهتره که ارقامی که میکاریم، این ارقام توانایی حد اکثر استفاده رو از منابع ما به خصوص آب رو داشته باشن. متاسفانه ما هنوز شاهد این هستیم که بعضی از کشاورزای ما از ارقامی استفاده میکنن که این ارقام خاصیت نقل و انتقال ضعیفی دارن و خاصیت ماندگاریشون هم بسیار پایینه. در حین حمل و نقل آبی که از زیر ماشین ها ریخته میشه، این درآمد کشاورزه که داره به این شکل هدر میره. امروزه 7500 رقم گوجه فرنگی در سراسر جهان کشت میشود. این رقم ها در اندازه، شکل، رنگ و طعم با یکدیگر متفاوتند. اگر کشاورزای عزیز ما تصمیم گرفتن تو مزرعه یا تو گلخونه شون گوجه فرنگی بکارن، لازمه که بدونن از چه بذری استفاده بکنن و انتخاب این بذرشون باید بر اساس اقلیم یا نوع مصرفشون باشه. یعنی مثلا این گوجه‌ای که میکارن مصرفشون برای روبگیری هست، برای کنسرو یا برای تازه خوری. خوشبختانه تنوعی از ارقام گوجه فرنگی که تو استان داریم، هم ارقام هیبرید رو داریم، هم ارقام استاندارد رو داریم. کشاورزایی که مدیریت بالایی دارن، امکانات خوبی میتونن فراهم کنن، بیان از ارقام هیبرید استفاده کنن. اونهایی که مدیریت پایین‌تری دارن و یا امکان فراهم کردن اون نیازها رو کمتر دارن، از ارقام استاندارد استفاده کنن. و از شیوه های سنتی تولید نشا هم یواش یواش باید ما دور بشیم. سیستم های نشایی که الان ما داریم، سیستم های نشا به صورت کاش در سینی های نشا هست. ارقام هیبرید رو باید به این شکل ما بکاریم. صرفه جویی تو بذرمون میشه، صرفه جویی تو آبمون میشه. مزرعه یک نواختری خواهیم داشت و جدا از این که یک نواختی محصول خواهیم داشت، ما در میزان سمومی هم که استفاده میکنیم، چون مزرعه یک دسته و یک نواختره، سموم کمتری استفاده میکنیم و خب محصول سالمتری هم برای جامعه تولید میکنیم. حالا بخشی از این محصول روانه بازار خوراکی میشه، کشاورز به بازار میدان عرضه میکنه، خب میاد توی پیشخون مغازه ها، من و شما میریم میخریم، بخشیش هم به صنایع رب و تبدیلی میره، تبدیل به رب و سس میشه. میوه گوجه فرنگی در ابعاد مختلف پرورش پیدا میکند. قطر آنها ممکن است از 1 تا 2 سانتی متر باشد، مثل گوجه فرنگی وحشی یا ریز آلبالویی، و میتواند قطری تا 10 سانتی متر داشته باشد، مثل گوجه فرنگی گوشت گاوی. اما آنچه در مراکز خرید عرضه می شود قطری به اندازه 5 تا 6 سانتی متر است.
به خاطر استفاده از روش‌های نوین کشاورزی توی مزرعه گوجه فرنگی، این گیاه خیلی مقاوم شده به خیلی از آفات، بیماری‌ها و قارچ‌ها. و از طرفی گوجه فرنگی حالا میتونه دووم بیاره و مدت زیادی تازگی خودش رو حفظ بکنه. و مهمتر این که میوه این گیاه یعنی گوجه فرنگی از 5 گرم تا 250 گرم میتونه وزن داشته باشه و هر سلیقه ای رو شامل بشه. برای همین هم از کشاورزان راغبن به کشت این گیاه. گوجه فرنگی میوه قرمز رنگ دارد. با این حال این میوه به رنگ‌های زرد، نارنجی، صورتی، بنفش، سبز و حتی سیاه هم پرورش داده می شود. خاک مناسب برای کشت گوجه فرنگی باید دارای بافت متوسط، حاصلخیز و عمیق باشد. خاک‌های شور و قلیایی و یا خیلی اسیدی برای کشت گوجه فرنگی مناسب نیست. این گیاه از نظر تحمل به شوری خاک در گروه گیاهان حساس قرار دارد. کاشت گوجه فرنگی با وجودی که بسیار خوب و مغروم به صرف است، ولی مشکلات و زحمات خاص خودشو داره. یعنی بعد از کاشت بذر شما مسائلی مثل ویجین، هرس، حفظ دما و حتی آبیاری رو باید خیلی مراقبت بکنید. حالا اگر شما توی گلخونه کشت کرده باشید که مسائل تلقیح هم بهش اضافه میشه. حسنی که این روش داره یا کشت نشایی داره چندین پارامتر هست. یکی این که فرار از سرماهای دیررس بهاره. ما همیشه در بهار تگرگ رو داریم، سرماهای دیررسی رو داریم که در کشت مستقیم دچار خسارت میشه، اما در کشت نشایی این فرصت رو به ما میده که بتونیم با تأخیر کاش کنیم، به لحاظی که کاشت ما در جای دیگه داره رشد خودش ادامه میده. بحث بعدی اینه که بهره‌وری آب حداقل 1 مدار تا 2 مدار آب کمتری رو نیاز داره. و از همه مهمتر تولید اول فصل، یعنی بازار اول فصل رو این محصول به خودش اختصاص میده، به لحاظ اینکه سرعت رشد بالایی داره و زمان رشد بالایی داره. بحث بعدی که داره مبارزه با آفات و امراض، به لحاظ اینکه مزرعه دارای یک سبز، یک نواخ و یک دستی است و همه مزرعه با هم رسیدگی داره، ما زمان مبارزه با آفاتمون دقیقاً یکی هست. و از همه مهمتر بحث بهره‌وری آب که ما به لحاظ بحران آبی که در منطقه داریم خیلی دنبال این قضیه هستیم و رو بحث بهره‌وری آب که یکی از عرصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است که ما بتونیم بهره‌وری رو با توجه به نامگذاری سال که سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که از منویات مقام عظمای ولایت هست، ما خیلی دنبال این بحث هستیم که بتونیم این شاخص رو و این پیشنهاد مقام عظمای ولایت رو در جامعه نهادینه کنیم و بتونیم حد اکثر بهره‌وری رو انشاءالله داشته باشیم. سطح زیر کشت زراعت گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی حدود 14000 هکتار است و این استان مقام اول فراوری گوجه فرنگی را در کشور داراست. کاری که ما میکنیم موازی با کارهای همکارانمون در شرکت‌های تهران میباشه که در تقریبا در بیشتر مناطق ایران کار میشه. بعد اینها خیلی از مسائل به قول من مقاومت اونها به کمابی، مقاومت به آفات، بیماری ها همه مد نظر قرار میگیره. بعد این آزمایشات در طی چند سال به صورت همکاری دورادور در مزارع مختلف کشور کاشته میشه که خود ما این فعالیت ها را تقریبا بعد از اینکه دوستان ما به صورت 4 سال 5 سال در مناطق مختلفی از اطراف تهران و مناطق جنوبی کشور کاشتن، ما به مدت 3 سال 4 سال اینجا میکاریم و اون رقمی که مد نظرمونه با مشخصات هم تطبیق مینیم. بعد اون رقمی که از نظر عملکرد، از نظر شکل و فرم و از نظر خیلی از مسائل زراعی بهتر به نظر میرسه، توصیه میکنیم به کشاورزای محترم که این کار یک کار دنباله‌دار و ادامه‌دار داره و هر سال
حتما تکرار میشه که بعد از واریته که مثلا بعد از 4 سال 5 سال خودشو نشون داد و عملکرد خوبی رو به ما جواب داد و در خیلی از مناطق کشور پاسخ مناسبی از اون گرفتیم، به کشاورز مورد نظرمون توصیه میکنیم که انشالله کشاورزا بتونن ازش استفاده کنن و عملکرد بهتری رو داشته باشن. عمده محصول تولیدی گوجه فرنگی استان روانه کارخانجات فراوری و تبدیل به رب و سس می شود. به دلیل خصوصیات اقلیمی استان، گوجه فرنگی تولیدی در مناطق مختلف این استان از نظر طعم و کیفیت بسیار مطلوب بوده و به تبع آن رب و سس تولیدی از این محصول کیفیت و طعم بسیار مطلوبی نسبت به سایر نقاط کشور دارا می باشد. گوجه فرنگی از جمله سیفیجاتیه که جایگاه ویژه‌ای داره در کشاورزی و برای کشاورزان ما کشت اون مقرون به صرف است. دلایل زیادی داره که چرا، اما این محصول جایگاه ویژه‌ای داره در غذای ما، چه به صورت تازه خوری، چه به صورت کنسرو، چه به صورت رب. به هر حال کشاورز هر بار که این محصول رو کشت میکنه، اگر اصولی کشت بکنه، سود خوبی هم میبره. سعی کنیم که از اون روش‌های سنتی خودمون ما یه مقدار فاصله بگیریم. منابع آبی ما خیلی ارزشمنده، منابع خاکی ما خیلی ارزشمنده. بتونیم استفاده بهینه از این منابع آبی خاکی کنیم. من از شما خواهش میکنم از ارقام گوجه فرنگی که اصلا نمیبریم ما اینجا، ارقام بسیار قدیمی هستن ولی متاسفانه هنوز در بازار رایج هستن، استفاده کمتری بکنیم و اصلا استفاده نکنیم. خوشبختانه ارقام بسیار خوبی در بازار هست، خاصیت نقل و انتقال خوبی دارن، خاصیت ماندگاری خوبی تو مزرعه دارن. هیچ لزومی نداره که شما با دیدن 200 تن گوجه قرمز رنگ گرفته برین تو مزرعه شروع کنین به جمع‌آوری. میتونین صبر کنین 50% محصول که رسید با هم برداشت کنین بدون اینکه هیچ گونه لطمه‌ای به سایر قسمت‌های مزرعه‌تون بخوره و محصول خوبی رو به بازار عرضه کنین. اون خورشید می‌کنه صورت ماه زمین، به چشم آب رو میدن از عرق پاک جبین. دهکده در میهن من مثل یه قلب با صفا، نفس نفس تراوتش قرون رحمت خداست.